آقای مستاقی، تبادل اسدالله اسدی توسط بلژیک با یک زندانی دیگر در ایران، اولیویا ونتکاستیل، به نظر شما چه تأثیری خواهد داشت بر رویه جمهوری اسلامی در آینده؟ خب میدونیم این اولین بار نبوده چنین اتفاقی افتاده. در واقع غرب و امریکا، حتی میتونم بگم که بیش از 4 دهه است که سیاست مماشات در ارتباط با نظام اسلامی رو ادامه دادن و این دولت از یک موقعیت منحصر به فردی حتی در تاریخ معاصر برخوردار بوده، چون که کمتر مورد دیده شده که یه دولتی تا این حد در تروریسم بین‌المللی دست داشته باشه و بتونه قصر در بره و هر بار به او به نوعی امتیاز هم داده بشه و به جای اینکه اقدامات تنبیهی صورت بگیره. ما میدونیم که در ماهای گذشته، در سالهای گذشته، سه شهروند تایلندی رو سه شهروند ایرانی که در تایلند مرتکب عملیات تروریستی شده بودن رو محاکمه کردن با یک شهروند استرالیایی، یعنی دقیقا استرالیایی ها با یک کشور دیگر رو هم وارد ماجرا کردن برای معامله با رژیم. در هر صورت این اتفاق است که داره اینجا و اونجا در ارتباط با این نوع از مماشات ما شاهدش هستیم. سابقش هم به گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران برمیگرده و همچنین مماشات هایی که در لبنان میشد در ارتباط با اروپایی ها و امریکایی ها، حتی کشتار وسیع اونها. اینه که این برای اولین بار نیست، به همین دلیل نظام اسلامی رو جریتر میکنه و اونها رو در انجام این عملیات تروریستی، چه در علیه شهروندان ایرانی و چه علیه شهروندان خارجی، اونها رو تشویق میکنه و عزمشون رو بیشتر جذب میکنه. برای اینکه میدونید عملیاتی که در پاریس قرار بود صورت بگیره در یک از مراسم های مجاهدین، میتونست شخصیت های اروپایی و امریکایی رو هدف قرار بده. در واقع این هدف قرار دادن یک مراسم یک گروه سیاسی نیست، بلکه این دیپلمات های اروپایی و امریکایی و حتی عربی رو میتونست هدف قرار بده، یا این به نوعی جنگ با قوانین بین المللی و با همه نرم هاست. اینه که متاسفانه پیام اصلا خوبی نداره آزادی او و مبادله او، چرا که ما دوباره شاهد ماجرا خواهیم بود. شاید خیلی از کسانی که عزیزانشون در ایران اسیرن یا حتی زیر اعدام هستن موافق این باشن یا موضوع از دریچه دید خودشون و منافع خودشون ببینن که مثلا عزیزشون اعدام نشه یا از زیر فشار بیرون بیاد و در ازاش مثلا یکی از مهرهای جنایتکار رژیم رو در اروپا یا آمریکا یا هر جای دیگه دنیا آزاد کنن، در حالی که این کار درست تشویق جنایتکارانه و تشویق تروریست هست. این سیاست اصلا سیاست کارسازی نیست، کما اینکه تا امروز هم برای اروپا یا آمریکا حاصلی نداشته جز اینکه پشت سر هم امتیاز دادن. بله جناب مستاقی، بحث های مفصلی در جریان بود در پارلمان بلژیک بر سر اینکه این اتفاق نیفته و این تبادل زندانی صورت نگیره. حتی قانونی که دولت بلژیک در این زمینه برای تسهیل این امر انجام داد خیلی به شدت زیر سوال رفت توسط نمایندگان پارلمان و قولهایی داده شد که اصلا این اتفاق نیفته یا اگر احیانا بیفته با هماهنگی و در جریان گذاشتن پارلمان، نماینده های پارلمان و کسانی باشه که در این ماجرا به هر حال متضرر بودن یا هدف این حمله تروریستی بودن. با این حال بدون اطلاع همه اینا اتفاق افتاد و امروز سوال اینه که دولت بلژیک چه جوابی خواهد داشت به مردم کشورش که یک تروریستی که قصد داشته که یک بمبگذاری انجام بده در اونجا و این محرز شده رو بر میگردونه. و در این حال خب شما میدونید دیگه گروه های تروریستی در سطح بین المللی کم نیستن، آیا این یک پلن بی برای همه این گروه ها نمیشه که در آینده زمانی که میخوان اقدام تروریستی بکنن به این فکر کنن که خب اگر ما یک گروگان در اون کشور داشته باشیم به راحتی میتونیم از اون کشور داشته به راحتی میتونیم بعد از اینکه اگر به مشکلی خوردیم این ماجرا رو به نفع خودمون تموم کنیم، غیر از اینه؟ بله ببینید، اول از میگه اینجوری خدمتتون عرض کنم که این موضوع 15 ماه جریان داشته، از ماه مارس جریان داشت و
ملاقاتی بود که مدیر کل وزارت دادگستری بلژیک داشت با سفیر رژیم و موضوع جدید نبود و خود یک سال هم پرونده در پارلمان و در شکایت هایی که بعد از اون شده بود در نزد قوه قضاییه بلژیک جریان داشت، ولی از همون ابتدا کاملا مشخص بود که به طور قطع و یقین این معاوضه صورت خواهد گرفت، به خاطر اینکه هم دولت پشت ماجرا بود، یعنی لایحه‌ای رو برده بود به مجلس و هم خود مجلس که نماینده های که دولت رو تشکیل دادن در اونجا هم بودن، اونها هم این قانون رو تصویب کردن. ببینید وقتی قانونی تصویب میشه یعنی دست دولت بازه، اگرچه تبصره هایی داشت و بعد از اون شکایتی که صورت گرفت که اینکه باید اونا در جریان باشن و و و. ببینید وقتی که این موضوعات رو میگید اینا دیگه قانون نیست، اینا دیگه یه نوع خواسته است یا یه نوع توصیه است یا میشه دورش زد یا دیگه کسی دنبالش نمیره. میدونید مهم این بود که دو رکن اساسی دولت بلژیک پشت این ماجرا بودن. محملی هم که اونها داشتن این نبود که ایشونو میفرستن ایران با دست گل میفرستنش ایران، تأکیدشون این بود که این قانونی که یعنی بردن اینه که زندانی ها در واقع نه اینکه گروگان ها بلا گروگان هم با هم مبادله میشن، نه این زندانی در واقع طبق قانون قراره بره ایران مدت محکومیتش رو بکشه، ملاحظه میکنید، ولیش ببینید با دست گل استقبال میکنن. یعنی چی؟ یعنی نظام اسلامی نظام قابل اطمینان نیست، قابل اتکا نیست، نه تنها فقط در موضوع تروریسم، نه تنها در موضوع در واقع روابطی که بین دو کشور هست، بلکه در موارد دیگه هم قول و قراری که اینا میدن، حرفی که اینا میزنن بی پایه است. شما اینو میتونید محملی که اینها درست کردن برای این مبادله در واقع به نوعی اینه که خب صورتش خوبه، شهروندای دو کشور که زندانی هم میرن تو کشور خودشون حبس میکشن، این داستانیست که اینا درست کردن. بنابراین بله تأثیرات سو خواهد گذاشت در ارتباط با موضوع تروریسم، ولی باید بدونیم که هیچ دولتی مانند جمهوری اسلامی از موضوع تروریست حالا استفاده نکرده. گروه های تروریستی که اینجا و اونجای دنیا هستن عملا از این اهرم فشار محرومن و اگر گروه تروریستی هم در دنیا دست به عملیات تروریستی یا گروگانگیری زده، ما میدونیم که غالبا به نظام اسلامی نزدیک بودن، یعنی اینا پدرخونده تروریسم بین‌المللی هستن و من فکر می‌کنم این بدعت بسیار بسیار خطرناکی بود، چون به خصوص دو تا قوه در بلژیک پشت این ماجرا رفتن و خود پرونده که پرونده خیلی مهمی بود. ولی یه پیام دیگه هم داره، ببینید تو این پرونده 4 نفر دستگیر شدن و رژیم اسلامی فقط 1 نفر رو محافظه کرده و 3 نفر دیگه که مزدورهای رژیم بودن و به خدمت گرفته شده بودن، اتفاقا هر 3شون از وابستگان سازمان مجاهدین بودن، در واقع اونا رو رهاشون کردن. اونا الان 18 سال زندانی دادن و تقریبا اندازه همین آقای اسدی میبایستی در زندان میبودن، ولی اونا رها شدن در زندان و این رو رژیم اسلامی باز کردونده. خب اگه این پرونده از ابتدا همه چیش رو دروغه، خب چرا فقط در ارتباط با این اسدی دروغه و اینکه بمب ایشون داده به اونا، ملاحظه میکنید؟ ولی خب این نشون میده نظام اسلامی حتی برای مزدورای خودش مثل همه نظام های دیگه هیچ ارزش قائل نیست و فقط مهره خودش رو این وسط نجات داده و نه مزدورانش رو که با پول به خدمت گرفته. یه پیامی هم هست برای همه مزدوران در سراسر دنیا که برای رژیم نکبت اسلامی کار میکنن، بدونن که به موقع به فریاد اونها نخواهند رسید و اونها رو قربانی میکنن. جناب مستاقی، شما کسی بودید که تاثیر خیلی به سزایی داشتید در دستگیری حمید نوری و در واقع محاکمه اون در سوئد، و الان حمید نوری به جرم دخالت داشتن در اعدام‌های دهه 60 داره به حبس ابد محکوم شده و در زندان سوئد به سر می‌بره.
چقدر فکر میکنید که ممکنه سرنوشتی که اسدالله اسدی داشت رو حمید نوری هم پیدا کنه و این تلاش ها بی نتیجه بمونه؟ ببینید، پرونده حمید نوری کاملا متفاوت از پرونده بروکسل. حمید نوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی دستگیر شده، در ارتباط با یک جنایت جنگی دستگیر شده و یک درگیری مسلحانه بین المللی که بعد ناظر بر اون قوانین بین المللی هم هستش. و این رو باید توجه داشته باشیم که این پرونده حمید نوری همچنان در دست بررسی است. یعنی همین الان هم دادگاه تجدید نظر هست، بعد از اون میتونن به دادگاه عالی شکایت کنن، چون قطعا دادگاه تجدید نظر حکم ابد رو تکرار خواهد کرد. ولی دادگاه حالا عالی آیا بپذیره، آیا اونا درخواست بکنن، آیا دادگاه عالی اصلا بپذیره که به این پرونده رسیدگی کنه یا نه، اینا چیزاییست که در آینده، یعنی بعد از ماه نوامبر اتفاق خواهد افتاد. نکته ای که در اینجا هست اینه، پرونده حمید نوری یه پرونده ایه که فقط با آزادی احتمالی حمید نوری بسته نمیشه. این یه پرونده ایه که در ارتباط با کشتار 67 باز شده، پای بسیاری در این پرونده گیره، از خامنه ای گرفته تا رئیسی، و رئیسی فرمانده حمید نوری بوده. حتی اگر در یک موقعیتی بتونن یک معامله ای بکنن و حمید نوری برگرده، این حکم سر پاورجاست و این پرونده بازه و آقای رئیسی به سادگی نمیتونه خارج کشور بیاد، به خصوص در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی در اونجا در واقع پذیرفته شده و میتونه باعث دستگیریش بشه. اینه که یه سنگ بنایی گذاشته شده و این موضوع پرونده حمید نوری بسیار بسیار پرونده مهمیه. موضوع بعدی برمیگره قوانین خود سوئد. تا کنون در سوئد، در تاریخ سوئد چنین چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی مبادله یا زندانی یا گروگانی که ملاحظه میکنیم. در سوئد هیچ یک نه نخست وزیر نه پادشاه اجازه چنین کاری رو ندارن، یعنی قانون برای این امر در سوئد وجود نداره. بنابراین باید قانون رو دور زده بشه یا یه قانون جدیدی رو بیارن که تصویبش به این سادگی نیست. البته هیچ چیزی در دنیا محال نیست، ولی خب ما هم اونجا هستیم برای مقابله با این مسئله و برای اینی که این موضوع برمیگرده به آینده. چیزی که الان مهمه اینه که حمید نوری در زندانه، علی‌رغم همه تلاشایی که رژیم کرده به ابد محکوم شده و این پرونده پرونده بازه و ما تا همینجا پیروز شدیم. و احیانا عرض میکنم برخلاف پرونده بروکسل که این پرونده بسته میشه، پرونده حمید نوری هیچگاه بسته نمیشه. و یک اتفاق در حقوق بین الملل این رو خدمتتون بگم، یعنی یک تعریف دیگه ای از یا توسعه اصل صلاحیت جهانی هستش و در واقع به این ترتیب حتی دولت های بزرگ مجبورن که قوانین کشورهاشون رو تغییر بدن مطابق با همین کاری که سوئد کرده. یعنی تا همینجا ما یه چیزی برگی رو در حقوق بین الملل ورق زدیم و یک دستاورد بسیار بزرگی نه برای خودمون، برای همه دادخواهان در سراسر جهان داشتیم. و من فکر میکنم که ما تا همینجا پیروزیم، ولی برای بقیه این پرونده هم میجنگیم.